علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. خب من عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم که این فرصت و توفیق نصیب شد که مجددا خدمتتون باشم. البته در ایام ویژه‌ای قرار داریم، ایامی که مصادف هست با شهادت و سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. به هر حال مناسبت دیگری که امشب دور هم جمع شدیم یادبودی باشه برای عزیز از دست رفته مرحوم شادروان آقا سامان محمودی که خدا انشالله از برکات مجالس و مجلس امشبمون انشالله ایشون به هم بهره‌مند بکنه. قصد ندارم واقعا که با سخنانم دلی رو به درد بیارم، اصلا همچین قصدی ندارم، چون نابخشوده نیست، خدایی نکرده حرفی بزنم که دل پدر یا مادری شکسته بشه، ولی خب به هر حال مجلس یادبود یک شرایطی داره و یک ویژگی هایی داره که انشالله که تونسته باشیم حق مجلس امشب رو ادا کرده باشیم. اون چه که دوست دارم در عرض نیم ساعتی که وقت داریم انشاءالله خدمتون عرض بکنم در ارتباط با ویژگی نهضت امام حسین علیه السلام هست. چه ویژگی نهضت و انقلاب امام حسین داشت که این انقلاب رو از انقلاب‌های دیگه متمایز می‌کنه و رمز جاودانگی نهضت امام حسین چیه؟ واقعا ما در رابطه با قیام امام حسین خیلی شنیدیم، بالای منبر و پایین منبر خیلی شنیدیم و یه تصویری ازش داریم، ولی اینی که به چه دلیل نهضت امام حسین بعد از 1400 و اندی سال هنوز هم نه تنها به همان شکل بلکه قویتر و پررنگتر از سال قبل و سنوات قبلی ازش یاد میشه، به چه دلیله؟ ما میبینیم به هر حال ویژگی های نهضت امام حسین یکی آزادی خواهی بود، یکی عدالت خواهی بود، یکی دفع ظلم بود، مقابله با ستم بود. کم و بیش این ویژگی ها رو انقلاب های بعضی از انقلاب های دیگه هم دارند و ما میبینیم تو همین عصر حاضر انقلاب هایی بوده که به هر حال برای همین بوده، عدالت خواهی بوده، برای مبارزه با ظلم و ستم بوده، ولی هیچ انقلابی اینطور پررنگ نبوده که بعد از 1.5 حالا 1000 سال یا 1400-500 سال ببینید که همیشه ما این مشکل داریم که امسال مجلسمون برای پذیرش زوار امام حسین جا نداره، سال بعد باز کمتر جا داره، باز سال بعد باز مشکل بعدی همینه. این نشون میده که نهضت امام حسین به هر حال یک ویژگی خاصی داره. حالا من اینا رو خدمتون یواش یواش عرض میکنم که ببینید اون چه که در نهضت امام حسین اتفاق افتاد و عزیزانی از امام حسین یا شهید شدن یا به اسارت رفتن. سربازان امام حسین از کودک 6 ماهه بود تا حبیب ابن مظاهر، تا علی اکبر که امشب بالاخره ذکر مصیبتی ازش داشتیم، تا ابوالفضل عباس که علمدار امام حسین بود. علمدار کم کسی نیست، همیشه سمبل قدرته. علم همیشه نشانه
شخصیت و قوت اون سپاهه. ببینید که این علم رو میدن دست کی؟ امام از حضرت ابوالفضل عباس، و ایشون میشه سمبل وفاداری. کسی که ما شنیدیم وقتی که در کنار فرات بعد از اون معرکه‌ای که در واقعه عاشورا اتفاق افتاد، وقتی که خودش و ایشون به کنار فرات میرسه و دست رو پر از آب میکنه، آب زلال، من و شما اگر باشیم میگیم یه دو تا جرعه مینوشم که قوت داشته باشم بتونم آبو برسونم به خیمه، ولی ایشون اینقدر وفاداره که این کار رو نمی کنه. آب رو ما شنیدیم دیگه در مقاتل، آب رو بر روی آب میریزه. خیلیه، گفتنش ساده است که امام حسین کودک شش ماهش رو بگیره سر دستش. و فقط یک چیز رو من خدمتون عرض بکنم، امکان داره که تصویری که ما از امام حسین و امام حسن علیه السلام داریم شاید ناخودآگاه طوری باشه که امام حسین اهل استغفرالله جنگ و دعوا و خونریزی و شمشیرکشی بود و امام حسن برخلافش اهل صلح و به هر حال سازش. اصلا اینطوری نیست. نفس قیام و صلح، قیام امام حسین و صلح امام حسن هر دو یکی هست، هیچ فرقی نیست. هر دو برای اسلام و برای زنده داشتن دین حضرت رسول بود، هیچ فرقی نیست. اینی که ما بگیم یک امام یه خود نرمه یک امام سخته، همچین چیزی نیست. از ابتدای حرکت امام حسین از مدینه، وقتی که بعد از 20 سال معاویت بن ابی سفیان وقتی که بر خلافت نشسته بود، خلافت رو واگذار کرد به کی؟ به یزید بن معاویه. یزید تفاوتش با پدرش این بود، پدرش حداقل تظاهر به دینداری میکرد، یزید اون کار هم نمیکرد. یزید یک آدم فاسق و فاسد بود. خب یزید چی خواست از امام حسین؟ گفت آقا جون، تو اگه میخواد خانواده و خودت و اهلت در امان باشن باید با من بیعت بکنی. امام حسین در جوابش چی گفت؟ من برای اینکه خدای نکرده دخل و تصرفی تو چیز نشه، امام حسین فرمودن نحن اهل بیت نبوه و معدن رساله و یزید، خودشو معرفی میکنه امام حسین، ما کی هستیم؟ ما اهل بیت پیغمبر هستیم، معدن رسالت هستیم. یزید کیه؟ فاسق، شارب الخمر و قاتل النفس. خب تمام اینا رو میگه. حالا پیام امام حسین برای من و شما، و مثلی لا یبایع مثله، یک کسی مثل من با این شرایط، با یک کسی مثل او با اون شرایط هرگز بیعت و دست نمیگه. خب این یکی. وقتی که یزید امام حسین و اهل بیتش رو تهدید کرد، میخوام این را عرض کنم، امام حسین از ابتدای حرکتش برای چی بود؟ امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر هم شرایط داره. نمیشه من میخوام یه نفر را امر به معروف بکنم شمشیر بکشم، نه. امام حسین توی خانه وحی بزرگ شده، بنابراین لوازم و شرایط امر به معروف رو حضرت امام حسین رعایت میکنه. شما فکر نکنید امام حسین وقتی که به مکه رسید از مدینه، اگر اشتباه نکنم اواخر رجب امام حسین از مدینه حرکت کرد و اوائل شعبان، فکر کنم سوم شعبان، امام حسین رسیدن به مکه، از مدینه به مکه. شما نگاه کنید، شعبان، رمضان، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، 5-6 ماه امام حسین علیه السلام همین رسالت امر به معروف و نهی از منکر رو انجام داد. شما فکر نکنید که امام حسین از همون اولی که از مدینه خواست حرکت کنه گفت یزید میخوای نمیخوای بیا جلو این شمشیر، اصلا این اشتباهه. امام حسین وقتی که حتی در مکه بودن، میدونید که سپاه یزید و دستگاه یزید حتی توی زوار بیت الله الحرام جا
جاسوس داشتن و اونجا میخواستن خون حضرت امام حسین رو بریزن. و یک اشتباه دیگه هم که ما بعضن سهون میکنیم اینه که امام حسین حجشو ناتمام گذاشت. این حرف اصلا غلطه. کسانی که حج مشرف شدن میتونن وقتی که ما حج تمتع و حج اصلی حج اکبر رو شروع میکنیم، شما نمیتونید حج رو ناتمام بگذارید. اون چه که بود امام حسین اکتفا کردن به حج کوچک، اصلا حج بزرگ رو اصلا شروع نکردن، حج تمتع رو. بنابراین اینطوری نیستش که آقا حج رو ناتمام گذاشت. مگه میشه؟ مگه امام حسین کسی است که با احکام دینی بازی بکنه، بگه آقا من الان جونم در خطره پس هیچ، خدا حافظ. اینطوری نیست. پس اینم حواسمون باشه که امام حسین باز هجرت امام حسین وقتی که به سوی کوفه ایشون می‌خواستن حرکت کنن، بازم چی بود؟ بیعتی بود که کوفیان با امام حسین داشتن و گفتن شما تشریف بیارید و ما در خدمتون هستیم. که بعد پیغامی که به امام حسین رسید گفتن اینها شمشیر غروبشون با شما هستن ولی شمشیراشون بر علیه شما. یعنی باز هم امام حسین تو تمام این چند ماه، حتی میخوام عرض بکنم تا روز عاشورا، امام حسین خودشو معرفی کرد، گفت من کیم؟ بابا ببینید با کی دارین جنگ میکنید. امام حسین نمیخواست جنگ بکنه، اشتباه نکنیم. بگیم امام حسین همون اول گفت من میخوام اسمم تو تاریخ بمونه، پس شمشیر رو میکشم و با سربازان یا سپاهیان یزید یا جنگ میکنم. نه، تمام شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو با سپاهیان یزید و به حکامی که اونجا جابر بودن و فاسق بودن، امام حسین گفت آقا بدونید من نوه رسول اکرم هستم، من تو خانه وحی بزرگ شدم، شما بدونید با کی داری می جنگید. وقتی که تمام اینها به نتیجه نرسید و تمام مراحل امر به معروف و نهی از منکر رو ایشون پیگیری کرد و چی فرمودن؟ این رو فرمودن ان کان دین محمد اللهم صل على محمد لم يستقم الا بقتلی یا سیوف خودینی. یعنی چی؟ اگر تمام اینا رو رعایت کردیم، امر معروف کردیم، خودمون رو معرفی کردیم، می‌خواستیم شما رو سر عقل بیاریم، امام حسین می‌خواست اینها رو اف دویچ گزاک سو فرنوفت برینگن، ولی اینها متوجه نبودن. چرا؟ حالا مال دنیا بود، سیم و زر دنیا بود، قولهایی بود که یزید بهشون داده بود. گفت اگر دین جد من فقط با ریخته شدن خون من ادامه پیدا میکنه، یا سیوف ای شمشیرها خذینی، منو در بر بگیرید، بر من فرود بیایید. اینطوری نیستش که امام حسین همون اول خواست این کارو بکنه. این دیگه آخر قضیه بود. تا روز عاشورا، تا لحظاتی قبل، تا ساعاتی قبل، امام حسین داشت اینها رو انذار میداد، اینها رو پند میداد که آقایون از این کار دست بردارید. خب پس من میخوام یه مثال خدمتون بزنم. پس اون چه که برای امام حسین باعث شد که نهضت امام حسین جاودانه بمونه، هدف مقدس امام حسین بود. هدفش رو الان گفتم. یکی این چی بود؟ که دین جدش رسول گرامی اسلام رو امام حسین به صراحتن گفت. گفت من اصلا قیام میکنم برای چی؟ برای اینکه دین جدم و سنت جدم و آموزه های پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام زنده بمونه. زندگی خود من که ارزشی نداره. ببینید من برای شما، ببینید ما باید ببینیم که اون چه که آدم تقدیم خدا میکنه چیه. من برای شما یه مثال دنیایی میزنم. یه نفر میاد برای شما یک هدیه‌ای میاره، یه انگشتر. این انگشتر فوقش چقدره؟ حالا بگیم چند یورو، چند هزار تومان. این انگشتر به صرفه شاید ارزشی نداشته باشه، ارزش مادی، ولی اگر این رو شما از دست یک بزرگی بگیرید ارزش پیدا میکنه. اگر یک مرجع تقلید رو به شما بده این ارزش پیدا میکنه. اگر یه مرجع تقلید به شما یه تیکه پارچه بده
اصلا یه کاغذی بده که ایشون خطش روش باشه، شما این رو چشمت میذاری. بنابراین آدم اگر بخواد نگاهش نگاه دنیایی باشه، بگه آقا جون این پارچه که من توی بازارم برم از این گرونترش از این بهترش رو میخرم، ولی اون ارزش رو نداره. بنابراین ارزش اون هدیه و اون هبه‌ای که انسان دریافت میکنه به چیه؟ به اون شکل ظاهری و حجمش نیست. امام حسین هم همینه، اون چی که برای خدا به ارمغان آورد این نبود که ما بگیم 72 تا یاراش و خاندانش شهید شدن یا فلان. هدف امام حسین بالای تمام این حرفا که ایشون عدالت خواهی میخواد، ظلم ستیزی میخواست، نمیدونم آزادی خواهی میخواست، چون نهضت امام حسین خدایی بود، چون همه چیش رو جوانش علی اکبر رو داد، علی اصغر رو داد، قاسم امام حسن برادرش رو داد، ابوالفضل عباس رو داد، خواهرش حضرت زینب رو اینطور با بچه ها آواره پذیرفت. برای چی؟ برای اینکه بالاترین هدیه رو نه در اندازه و حجمش، با نیت خدایی، چون با خدا معامله کرد، خدا سنگ تموم گذاشت برای امام حسین. گفت چون تو با من معامله کردی، منم هرچی دارم بهت میدم. اون که من هرچی دارم بهت میدم چی بود؟ نهضت تو جاودانگی میشه. ببینید نامسلمون ها از نهضت امام حسین درس میگیرن. ما دیگه میدونیم گاندی که دیگه همه ما میدونیم نهضت گاندی بر اساس پیام و اصالت نهضت امام حسین شکل گرفت. و ما از کسانی که غیر مسلمان هستن، مسیحی هستن، میشنویم که همه تأسی از نهضت خدایی امام حسین میگیرن. خب پس باید برای اینکه ما بتونیم یک پدیده رو، اینجا ما پدیده رو میگیریم چی؟ میگیم نهضت امام حسین. اگه بخوایم این رو ارزیابی بکنیم، باید انگیزه اون نهضت رو بدونیم، اون پدیده رو بدونیم. من به شما مثال میزنم. یه موقع هست یکی جلوی ما تعظیم میکنه. این تعظیم میتونه حالت تمسخر هم داشته باشه. خودمون میدونیم تو کشورهای ما یه تعظیم هست که دلش با اون تعظیم نیست، تمسخر طرفه. یک تعظیم هم از روی تکریمه. ببینید جفت اینها یک حالته، ولی انگیزه فرق میکنه. شما یه مقدار پای مادرتو میبوسی از روی مقام مادر، ولی شما حتی جلوی یک آدم معمولی دلا هم نمیتونی بشی، تعظیم هم نمیتونی بکنی، ولی اونجا برای مقام مادر، چون انگیزه خداییه، به خاطر که مقام مادر بالاست، اون ارزش داره، اون یکی نداره. چون انگیزه امام حسین و هدف امام حسین هدف مقدس و زنده نگه داشتن دین خدا بود، برای همین جاودانه بود. حالا آثاری که بر یک پدیده مترتب هست باز انگیزه دومه. ببینید خیلی ها در غزواتی که پیغمبر اکرم درشون شرکت داشتن شمشیر زدن برای اسلام، ولی فقط حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن چی؟ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یعنی چی؟ رسول الله این همه اومدن اینجا شمشیر زدن، جهاد کردن، انگیزه شمشیر زدن حضرت علی چیز دیگری. برای همین رسول اکرم میگه ضربه ای که علی علیه السلام در خندق زد بالاتر از عبادت ثقلینه، اینقدر این عجر داره پیش خدا. پس آدم وقتی که با خدا معامله میکنه، خدا هم باش معامله خوب میکنه. ببینید نیت، اگه نیت ببینید خالص به چی میگن؟ پیور رنگ میگیم دیگه، میگیم چیز خالص چیه؟ چیزی که ناخالصی توش نباشه. شما طلای خالص چرا ارزش داره؟ چون توش مس و نمیدونم روی و قلب توش نیست. میگن آقا طلای خالصه. عمل خالص که برای خدا باشه و غیر خدا توش نباشه دقیقا همینه، ارزش داره. اگر ما خلوص در نیت و اعمالمون داشته باشیم،
همان چیزی مترتب میشه که بر نهضت امام حسین علیه السلام مترتب شد. یعنی چی؟ یعنی جاودانه شد. بنابراین وجه تمایز نهضت امام حسین، ببینید من یه مثال دیگه میزنم. حضرت زینب یک زنه، زنی که پر از عاطفه، احساس، عشق، محبت، یک زنه. ما میدونیم به هر حال فیزیوتراپی حتی زن با مرد، خلق و خوی من، به هر حال اینا متفاوتند. وقتی که حضرت زینب میپرسه آقا خانم شما این واقعه کربلا رو چجوری دیدی؟ چی فرمودن؟ ما رأیتو الا جمیل نیست همیش گزین آسه شنهایت، آسه شنهایت همیش نیست گزین. خیلی عجیبه ها. ببینید اولیاء الله خلوف نمی کنن مثل من و شما. آقا یک ساعت منتظرت بودم، حالا 5 دقیقه سا خلوف تو کارشون نیست. اولیاء الله اهل بیت اوبه ترایبه نمی کنن. وقتی که حضرت زینب میگه ما رأیتو الا جمیلا، من غیر از زیبایی چیزی ندیدم، یعنی هر چی دیدم خدا دیدم، هر چی دیدم جلوه خدا دیدم، هر چی دیدم زیبایی خدا رو دیدم، هر چی دیدم اجر و پاداش خدایی دیدم. بنابراین همون زن که ما میگیم پر از عاطفه، شاید به شکل ظاهری میگیم زن ضعیفه، ولی میره تو مسجد مجلس یزید و کن فیکون میکنه. چرا؟ چون با خدا معامله کرده. فکر میکنید وقتی که امام حسین تمام مراحل انقلابش همه رو حساب بود، وقتی که میخواست از مدینه به سمت مکه شروع بکنه، رفت پیش عبدالله، کی؟ جعفر، همسر حضرت زینب، اجازه خواست که حضرت زینب رو همراهش ببره. چرا؟ چون پیام‌آور نهضت امام حسینه. اینطوری نبود که همتی بگه خب مگید امام حسین خدایی نکرده قصد سوی داره که خواهرشو، آدم خواهری که نمیبره. امام حسین همینه، به شما بگم، همینه که زن و بچه و کودک 6 ماهه و برادر و خواهر و اینا رو برد. این یعنی امام حسین قصد جنگ نداشت. کسی که قصد جنگ داشته باشه بچه و خواهر رو نمیبره. نیت امام حسین اصلاح در امت جفتش بود، اصلاح در امت جنگ، نه اینکه جنگ و خود نسید. بنابراین وقتی که علی اکبر ابوالفضل عزیزانش خدا امام حسین معامله میکنه، با کی؟ با خدا. میگه من بالاترین هدیه‌مو برای شما آوردم، برای خدا آوردم. خدا میگه تو آوردی، منم به تو. کسی که با من معامله میکنه دیگه من کم و کاست نمیذارم. برای همین نهضت امام حسین جاودانه شد. قدرت شدی؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خب تا اینجاش ببخشید خستتون کردم، فقط میخوام عرض بکنم ما دو تا وظیفه اینجا داریم، یک وظیفه فردی داریم، یک وظیفه اجتماعی. اگر امام حسین رو قبول داریم، ببینید ما میشینیم برای امام حسین سوگواری میکنیم، خیلی خوبه، همین مجالس، همین ظاهر مجالس ما این یک اجری داره. همین که ما اینجا رو سیاه‌کوبی میکنیم، پیرهن مشکی میپوشیم، زنجیر میزنیم، سینه میزنیم، مناقب میخونیم، اینها همه ارزش داره، عشق میریزیم، ولی به این اکتفا نمیکنیم. چرا؟ چون ما پیام‌آور نهضت امام حسین هستیم. یعنی ما هم تو زندگی شخصیمون، زندگی فردیمون باید مقاصد و نیات امام حسین رو پیاده بکنیم، و هم در جامعه. جامعه کدومه؟ همونی که امام حسین فرمودن امر به معروف و نهی از منکر، و از همون راههایی که امام حسین رفتن، یعنی تمام مراحل رو امام حسین طی کردن. اینطوری نبود که امام حسین همون ابتدا به ساکت بگه آقا من آمادم، یزید تو میگی من برم نمیرم، آماده جنگم. اصلا اینطور نبود. بنابراین دو تا نکته خواستم خدمتتون عرض بکنم که نهضت امام حسین برای اصلاح بود نه تخریب. تخریب کاری نداره، شما حرف بزنن شمشیر رو بکش کاری نداره، سری میفته، بازویی میفته. ولی امام حسین 5-6 ماه، 4-5 ماه امام حسین
همینطوری تغنی کرد. به کوفیان چی گفت؟ گفت ولی شما نگفتین ما بیایم اونجا، ما در خدمت شما هستیم. پسر پیغمبر تا چی شد؟ 18,000 نامه، 16,000 نامه، 20,000 نامه، حالا هر چقدر چند هزار نامه چی شد؟ چرا؟ چون با کی؟ با امام حسین معامله نکردن. چون با امام حسین معامله نکردن دلشون چی شد؟ سست شد. نامه رو دادن. چرا امام حسین حضرت مسلم رو فرستاد؟ چرا هانی رو فرستاد؟ برای چی فرستاد؟ امام حسین میدونست اینها تو دلشون محکم نیستن. گفت نامه نوشتین، من سفیر میفرستم. سفیر من اگر تأیید کرد که شما هنوز بر همون قولتون هستین، من میام. ولی دیدیم که اونا چیکار کردن؟ با خدا معامله نکردن. برای همین خسرت دنیا و آخرت. شاید به ظاهر بگیم که تو دنیا خسارت ندیدن، ولی دیدن. از دنیا مزرعت و آخرت. آخرتشون که خرابه، مطمئن به دنیاشون هم خراب بوده. بسیار خوب. بنابراین مرگ امام حسین، میخوام حالا بیام تو مبحث دوم که با مناسبت داشته باشه با مجلسی که امشب برقرار کردیم. ببینید عزیزان، بعضی موقع ها مرگ یک نفر مثل امام حسین میشه. با از اون بر شروع بکنم. مرگ یک نفر از خانواده، از فامیل، بعضی موقع همین باعث تنبه، بیداری، انذار، گوش زده به من، تلنگر، آقا الموت و حق و کمترین اثر بشه. برای خانواده است، برای دوروبری است، برای رفیقشه. اه اه اه. مسعود تا پریروز داشت اینجا را میرفت. اینطوری شد. این انذاره. یعنی مرگ سفر از دنیای فانی به سور جهان باقی. برعکس ما فکر میکنیم، میگه آخ تفلکی. اونها بعضن به حال ما غبطه میخورن، میگه آقا جون چی داری میگی؟ من یه جایی رفتم که سر و تش دیگه معلوم نیست، انتهاش معلوم نیست. شما از دنیا فونیا بنشین. اصلا دنیا یعنی چی؟ دنی پایین، فونیا فانیه، اصلا به درد نمیخوره. نمیخوام خدایی نکرده نه بکنیم ما کوشش و سعی در دنیا رو، میخوام نگاهامون رو درست بکنیم. نمیخوام بگیم دنیا به درد میخوره، خود بگیم از دنیا مزرعت الاخره. اگه میخوام اونجا موفق باشی، اینجا باید کوشش بکنی، تلاش بکنی. ولی خب این یه نوع مرگه. یه نوع مرگی هستش که میگه عالمی ما داشتیم، تو ایران هست، افغانستان هست، تو کشورهای اسلامی هستن. حالا عالم دینی، عالم غیر دینی، عالم برحال علوم دنیایی، وقتی که از بین میره میگن یک روزنه و برحال جای امیدی برای دیگران هست که راه این رو ادامه میدن. درسته؟ دیدین که بعضی موقع یک تشییع جنازه میشه کردن، فکر نمیکرده طرف اینقدر برابری باعث هدایت یک عده میشه، یک کشور میشه. مرگ امام حسین باعث هدایت دنیا شد. دنیا، و من اینو با اصرار میگم، دنیا. یعنی طرف میبینی که من بعضی موقع این پیام‌هایی که میاد، میبینید که مجلس عزاداری امام حسین یه جاهایی برگزار میشه، آدم اصلا فکر نمی‌کنه اینجا پیام امام حسین رفته باشه. خب حالا من میخوام این مبحث مرگ رو، مرگ یک حقیقتی است که طب طبیبان، حکمت حکیمان، قدرت قدرتمندان در برابرش سر تعظیم میارن. باطل. وقتی که مرگ فرا برسه و استادمون اینجا هستن، ببخشید جسارت میشه، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستأخرون. آقا من یادم میاد دبستان میرفتم، یه روحانی داشتیم، یه مثالی برای من زد، من هنوز یادمه. گفت یه چوپانی، حالا شاید حالا همینطوری به ذهنم رسید، به گوسفنداش بالاخره بلایی نازل شد، اینا همه از بین رفتن. یه پسر کنجکاوی اومد گفتش که آقای چوپان، این گوسفنده چطور چشش بازه، اون یکی بسته است؟
حالا درس رو بگیرید، حالا شاید اینم قصه باشه. گفت وقتی که مرگ فرا رسید اون چشش باز بود نتونست ببنده، اون یکی بسته بود نتونست باز بود. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، رد خور نداره وقتی که میاد. حالا خود قرآن میده، من دو تا مثال میزنم. اینما تکونو یدرک کم الموت. بعضیا قبلا سلاطین بیعقل بودن، میرفتن تو برج و بارود. همین برج یعنی چی؟ این برج یعنی برج و بارود دیگه، قلعه. اونجا میرفتن فکر میکنن مرگ از این درا دیگه رد نمیشه. خداوند مثال میزنه، اینما تکونو هر جا که باشید یدرک کم الموت، موت و مرگ شما رو درک میکنه. خب و لو کنتم فی بروج مشیده، اگر تو برج و باروی مشیده مستحکم باشید این میاد سراغتون، ردخور نداره. کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی، هر موجودی، نفس، هر نفسی میگن آقا این به ذائقه من خوب نمیاد، میگن مزرعه. این میگه چی؟ میگه هر نفسی این موت رو میچشه، ذائقه میکنه. کل من علیها فان. ما درسته که امشب به هر حال برای یاد بود عزیزی سامان عزیز به هر حال در عنفوان جوانی، ولی الحمدلله علی کل حال این باید لفظ زبان یک مؤمن باشه، الحمدلله علی کل حال. در حال حال خدا رو شکر میکنم. من عرض کردم قصد ندارم دل کسی رو به درد بیارم، ولی ایشون از یک دنیای فانی به یک جهان باقی رفت الحمدلله، و باعث خیر و برکت دوستان، خانواده، فامیل، بنده‌ای که اینجا نشستم. قل ان الموت الذی تفرون من، بهشون بگو پیغمبر اون موتی که تفرون من ازش فرار میکنید کجا برم؟ فانه ملاقی کن، مطمئن باش ملاقات میکنه. ثم تردون علی عالم الغیب و الشهاده. حالا کاری ندارم. بنابراین اگر ما بگیم مرگ پایان راهه اشتباه کردیم. مرگ تازه دری به سوی دنیای ابدیت و باقیه. اگر قرار مرگ پایان همه چی باشه، پس پیغمبر اکرم با این همه زجری که کشید، اینقدر اذیت کشید، پس بازنده است و اون کفاری که در اینجا بالاخره تونستن دووم بیارن. و امام حسین هم همینطور، اون کسانی که بر عرضه امام حسین قیام کردن، علی ظاهر امام حسین شهید شد و بین رفت، ولی امام حسین کجاست؟ تو جنت ابدی. بنابراین انشاءالله که ما از قیام امام حسین و از مرگ هایی از قبیل مرگ امام حسین و مرگ عزیزانمون درسی بگیریم برای ادامه زندگی حسینوار خودمون، که ما با خدا معامله بکنیم و انشالله که پیروزی از آن کسی است که با خدا معامله بکنه. خب من یه خود زیاد صحبت کردم، منو ببخشید. به هر حال خواستم حق مجلس امشب ادا بشه و خواهران عزیزم تحمل کردم ما رو. به هر حال ایام سوگواری امام حسین علیه السلام. یه ذکر مصیبت کوچیک و دست توسلی به اهل بیت عصمت و طهارت. صلی الله علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بخلائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا. Oh.
آخر العهد منی زیارتكم. همه دو بار این ذکر رو بگید. السلام واسطه خیر و برکت و برآورده شدن حاجات همه ما باشه. مانده از روزه و از هیئت و از مجلس و از سینه زنیم، آمدم کنج اتاقم، به دلم پرچم مشکی زده بود، شال عزایم به کف و دست و به دامان تو گشتم. دست به دامان ها اول فضل عباس بخواهم بشیم. که تو اربابی و من بنده هر جایی جا مانده، از اینجا و از آنجا، و امروز دلم گشت هوایی و نشستم به امید کرمی از طرف شاه عزایم. شاه عزا کیه؟ که شمایی. بگو بگو از آتش و از جگر سوخته با از رخ افروخته با. شما باید خودتون تصور بکنید در مورد کی دارم میگم. و همه اهل بیتو دارم میگم. از تف صحرا بگو از علی و از علی و علی اکبر و علی اصغر، از غم لیلا و بگو از ید سقا، و بگو با من دل خسته از اندوه دل زینب کبرا، و امان از دل زهرا، امان از دل زهرا. بگو با من مجنون به خدا حسرت داغی به دلم مانده، که از داغ شما بشکنم امروز و بسوزم، که دگر نشنوم این روزه جانسوز. چی بوده روزه جانسوز؟ چی بوده؟ حالا براتون میگم. ای اهل حرم، میر و علم دار نیا، دگر نشنوم امروز که خم گشته قد کوهی و رودی به لب آورده رشیدی. بهتون گفتم دیگه، این آب رو آورد تا دم لبش. چه رشیدی؟ همان راز رشیدی که لب رود رسید و نرسید آب به لبها.
همان راز رشیدی که عمودی بقیه شو جرأت نمی کنم بخونم. بگو روزه بخوان شاه غریبم، تو بخوان بر من جامانده از این قافله عشق، که با نام تو آمیخته این عشق و خوشا عشق. حالا ارزش عشق به چیه؟ عشقی که برای امام حسین ریخته بشه، عشقی که برای خدا ریخته بشه. خوشا عشق، خوشا گریه بر این داغ، خوشا گریه بر این درد، خوشا گریه نه این گریه، خوشا گریه یعقوب که نور بصرش رفت چو روزی پسرش رفت. این عشقایی که تو طول تاریخ ریخته شد، ببینید چیا اولیای خدا کشیدن. خوشا گریه، خوشا قصه یعقوب که گرگان بیابانی و پیراهن خونین عزیزش همه کذب. خوشا چاه، همان چاه که یوسف به سلامت به درش باز در آمد و نه یک قطره خون ریخت در آنجا و نه انگشت کسی گم شده آنجا و کنارش نه تلی بود نه تپه. تل زینبیه رو اونایی که رفتن مشرف شدن به کربلا دیدن تل زینبیه رو. و یعقوب ندیده است دمی یوسف در جا، عجب مجلس گرمی شده اینجا. کجا؟ همین کنج اتاقم. کسانی که فرصت نشد تو مجلس ما بیان و کنج اتاقشون دارن این ذکر رو میگن. که به جز من و به جز روزه ارباب کسی نیست و انگار که عالم همه جمعند همینجا و انگار که این پنجره و فرش و در و ساعت و دیوار گرفتن دم حضرت عباس. همه عزیزان اگه میخوان سینه زنی بکنن یه صفی رو یه دارونی رو اینجا به هر حال خب